ماه که یهو جو توییتر به سمت آشوب رفت، یه گروهی داشتم 3-4 نفره، هر کسی که احساس می‌کرد فعال توی توییتر اد کردیم. از من پرسیدن که شما توییتر داری؟ توییتر نصب کن، من به طور وارد یه گروهی می‌کنم. به گروه توییتری دعوت شدم. ای آقای اومد به اسم کویراس. فعالیت من تو فضای مجازی با اسم کویراس بوده. استوری گذاشتم، گفتم هر کی میخواد فعالیت کنه به من پیام بده. 3 تا از دوستان به صورت جدی پیام دادن، افراد تیم منو تشکیل دادن. ایده دادم این گروه 5 نفره هر کدوم از اعضا خودش یه گروه 5 نفره دیگه تشکیل بده. همش اصرار داشت که گروه باید زیرمجموعه داشته باشه، شاخه بندی بشه، هر کسی واسه خودش 5 تا زیرمجموعه تعیین کنه و هر کدوم از اون زیرمجموعه ها دوباره زیرمجموعه تعیین کنه و همجوری به صورت هرمی بره، افراد مثلا نسوزن، اون رو اگه از دست رفتن نسوزن. گفتم که یک اسم رمز به اعضا بدیم، هر روز بیان اسم رمزشون رو بگن که ببینیم خودشون هستن یا هماهنگی انجام بشه مثلا برای ملاقات. جلسه اولی که با این 3 نفر داشتیم، موضوعی که صحبت کردیم این بود که چه اقدامی میشه انجام داد که اثر تبلیغاتی برای گرم نگذاشتن فضای این اعتراضات و آشوب‌ها وجود داشته باشه. اسم تو تبدیل کن به خبرگزاری انقلابی مازندران. پیج جوانان محلات ساری رو تأسیس کردم. صادر کردن فراخوان و فعالیت‌های از این قبیل در گروه توسط خود اعضا گرفته می‌شد. برای مثال می‌مدن خیابان‌های پرتعدد ساری رو از نظر تعداد ماشین‌ها، تراکم جمعیت و نیروهای امنیتی بررسی می‌کردن. گروه مهم نیست که کسی نیاد فراخوان گذاشته بشه. معمولا فکر می‌کنن که تو ساری تجمع میشه، حداقل به شهرهای دیگه نمیرن. از ما خواسته بود که بسیجی‌های محله یا کسایی که در اطرافتون می‌شناسید اونا رو حتی شده با عکس گرفتن ازشون یا شناسایی منازلشون به اون سرشبکه معرفی کنید. هر کدوم از اعضای گروه اطلاعات اعضای محل خودش، یعنی نظامی‌ها، بسیجی‌ها، سپاهی‌ها، کسایی که متصل بودن رو به سرشبکه به سر گروه بدن. شناسایی نیروهای امنیتی و بسیج بوده در محله ها، ایجاد روبشت برای مأمور است و همچنین در معرض خطر قرار گرفتنشون که میتونه حتی شامل مرگ هم بشه. اطلاعات شناسایی کردن مأموران و مأموران نیروی امنیتی و ماشین هاشون رو توی گروه توییتری ساری برای اینکه ادمینشون بودن میفرستدم. محتواهایی که در این گروه به اشتراک گذاشته میشد، مثل محتواهای ساخت سلاح، کاربرد آنها یا استفاده اونها در جهت آسیب زدن به نیروهای امنیتی، اطلاعات دیگه ای مثل جای دوربین های امنیتی، اقداماتی که باید صورت بگیره. جلسه سومی که ما در کافه آقای نشستیم، توسط سرشبکه‌مون تصمیم بر این شد که کپسول های گازی رو تهیه کنیم و طبق اون آموزش هایی که داده بودن قرار بود که این کپسول ها تبدیل به یک بمب صوتی بشه که در چند نقطه مشخص شده از شهر ساری ترکیده بشه. یک از ایده های دم دستی این بود که بمب صوتی درست کنیم. قصد داشتیم که در چند نقطه از مرکز مازندران این بمب های صوتی رو منفجر کنیم نیمه شب برای ایجاد رعب و وحشت و همچنین اینکه اثر تبلیغاتیش که همچنان اعتراضات پابرجاست. یه گروه درست کردم به اسم استراتژی و عملیات. توی اون گروه استراتژی و عملیات، نیت واقعی اون گروه آموزش نحوه جنگیدن بود، چیزی که اصلا از اسمش مشخصه. ایده های مختلفی که من مطرح کردم، آتش روشن کردن، دیوار نویسی، شابلون نویسی، اصطلاح سرد رو بگم اینه که یکی برای آسیب زدن به نیروهای امنیتی که بین مردم هستن، لباس شخصی ها، استفاده از چاقوهایی که زخم سطحی ایجاد میکنه، برای آسیب زدن به نیروهایی که لباس حالت زیر پوش دارن که پیشنهاد داده بودم که از سلاح جدیتری استفاده بشه. ما به پایگاه بسیج مثلا حمله کنیم. تصمیم گرفتیم توی خونهشون یه سری با لوله های سفید یه سری سلاح سرد درست کنیم و یکی دیگه هم تقریبا 9 تا کوکتل مولوتوف درست کرده بود
و اونا رو توی کیف جاسازی کرده بودیم و خودم هم یکی از اون کسانی بودم که کوکتل زده بود. در مورد سلاح گرم اگه بتونیم دستبرد بزنیم از مأمورا چند تا سلاح گرم ایجاد رعب و وحشت میکنن. یکی از دوستان خیلی صمیمی من که خیلی به اسلحه و اینا علاقه من بود بهم پیشنهاد دادش که سلاح گرم تهیه کنیم و بتونیم نیروهای بسیجی و امنیتی رو ترور کنیم. آموزش هایی که تو این گروه بابت درمانگر و بابت جنگجو و اینا که حالا تو این گروه داده میشد میخواستم کاری انجام بدم، اومدم با شبکه ایران اینترنشنال ارتباط گرفتم. من به عنوان پرستار و نیروی کادر درمان این اواخر به منزل بیمارانی میرم که توی اعتراضات دچار آسیب شدن. خب من بازی کامپیوتری زیاد بازی کردم، بازی رایانه‌ای هم خیلی توش تاثیر داشته و از تقریبا 15-16 سالگی بازی رایانه‌ای جنگی زیاد میکردم. ملکه ذهنم شده بود، انگار مثلا توی خیابون بودم موقع اختشان شد انگار این چیزا میامد جلوی تو ذهنم. اکثریت چیزایی که مخالفان میگفتم میپذیرفتم و هر چیزی که رسانه رسمی میگفت میگفتم دروغه. راهی رو که رفتم و قدمی رو که برداشتم 100% اشتباه بوده. از کارم هم خیلی پشیمونم. بازیگرها یا هنرمندها یا سلبریتی‌ها، کسی که بلاگر بودن، کسی که مثل فوتبالیست‌های بزرگی بودن، بازیگرهایی بودن که به نظر ما بزرگ بودن، حالا اومدن به ما یه جنون هیجان رو القا کردن که جامعه به این صورته. باعث تهیج ما شدن که ما اقدام کنیم و مردم دیگر رو هم فریب بدیم که باید این فضا بشن.